بیشتر صحبت می در این مورد با حلیمه صدف کریمی از و مجلس نمایندگان خانم کریمی سلام به شما خوش آمدید به برنامه علیکم سلام سلام خدمت شما و هماتنای عزیز ما ممنون در مورد بودیجوی وسط سال میشه بر ما بگین که چرا تا کنون به تصویب نرسیده قسمی که معلوم است بودجی که ترتیب شده بود از طرف وزارت مالیه و نواقص خیلی زیاد داشت از جمله نواقص های از او تنقیص در پروژه انکشافی که یکی از بخش های حیاتی بر مردم افغانستان بود و همچنان ایجاد ادارات جدید و نبودن بودجی مشخص بر از و پولای اوپراتیپی خیلی انگفتی را جا جای کرده بودن این سبب ازی شد که بودجه از طرف مجلس نمایندگان رد شد و سرزو کار صورت بگیره و اینها مخالف رد شدن بودیجه اسناد بودیجه نبود بدبختانه که اسنادی که آمده شده بود قابل قبول وکلای ملت نبود چون که منافع ملی ما در اونجا دیده نمیشد اکثریت خواسته های ملت در اونجا گنجانیده نشده بود خصوصا وزرای که یعنی وزارت هایی که واقعا اونا معصر بودن وزارت فوایدامه وزارت معرف از جمله وزارت های کلیدی هسته که مسارف از یعنی کاست شده بود و اکثریت پروژه از اینا شده بود بنابر ایراد رد شد و سرزو دو سه روز به این طرف کار جریان داره و وکیلات تمام روز سرزو از میشینن و بحث و به خاطر تغییرات نسبی که در سند بودیجا بیاورند تا بتانیم که در جلسه بعدی ایراد تایید بکنیم اما در قسمت این بودیجه می خواهیم بدانیم که قرار است چه زمان ای بازنگری تمام شود و ای توسطه مجلس تصویب شود. نه. تا ختم همی هفته انشالله که خط تکمیل میشه تا جایی که از طرف وکیلا اما نظریات تغییراتی که باید میامد داده شده و متخصصین خواسته شدن و در مجلس وزیرایی که اونها ادای وزیر را داشتن که مصرف از اونها بالا هست و وزارت مالیه بر از اونها بودیجه کم در نظر گرفتن و ادای وزیر را داشتن پروژه از اونها واقعا تنقیص شده بود بنابر اونها خواسته شدن اونها استدلالای خود کردن با حضور داشت نماینده های وزارت مالیه و خود وزیر به مالیه بنابر این تغییرات آمده که در ختم هفته معلوم خواهد شد که در جلسه بعدی ان شاء الله تایید میشه زمانی که برای اولین بار این مسوده به مجلس نمایندگان فرستاده شد میخوایم بدانیم که چه زمان بود و آیا در زمان که بایتی بودیجی و ست سال برای مجلس روان میشد روان شده بود یا خیر تقریبا یک هفته پیش ای اسناد بودجه به پارلمان آمد و اکثریت کمیسیون هایی که ساخته شده بود برای شریک ساخته شد وقتی که ما مرور کردیم که تصویب بودجه صورت بگیره یا خیر و اکثریت نقطه هایی که ما ذکر کردم که قابل قبول وکیلانه بود اینا همه نظریات منفی دادن که باید تغییرات در قسمت ترتیب بودجه وزارتخانه ها و ترتیب در قسمت پول پراتیپی و, و بخش های انتخاباتی و خیلی مشکلات انده وجود داشت بنابراین در وقتی هم در مجلس عمومی بودیجا به رای گذاشته شد ای از طرف مجلس نمایندگان رد شد و در قسمت ای بودیجه شما گفتین که مشکلات وجود داشت ولی میخوایم بدانیم که تا چه حد پیشنهادها، حرفا و صحبت هایی را که وکلا داشتن قرار از در ای بودیجه که بازنگری میشه مد نظر گرفته شود بله چون هیچ وکیل خاص شخصی در قسمت اسناد بودیجه نداره همه از اینا خاصشان خاص خواست ملی هستن و اکثریت دولایت ها پروژه انکشابی که قبلا به شامل پلان بودیجه سال بود اونها تنقیز شدن و خصوصا ما ولایت های سمت شمال اصلا یک پروژه انکشافی در ختم سال نداریم و بنابر این خواست یعنی ملی هست و پروژه هم که اینا تنقیز کردن پروژه های خیلی حیاتی هست سرک هست کلینیک هست شفاخانه هست این از جمله پروژه است که مردم میخوایم ملت میخوایم ما مکلفیت داریم در مقابل مردم که پاسخده باشیم بنابر این وزارت مالیه هم اقدر خود آمده کردن این قابل قبول نماینده های مردم نبود با هم تغییرات می آمد و این تغییرات باید در اول می آمد مشوره ها صورت می گرفت بدبختانه وزیر مالیه تا به امروز حاضر به این نبود که وکیلا بشینه و اکثریان روزای ملاقاتی هم حاضر نبوده بر امی که نبودن اماهنگی درست بین وکیلای ملت و خود وزارت مالیه سبب ازی شد که بودیجه تصویب نشه بودجه رد شد و اکثریت خواسته های ملت در اونجا مد نظر گرفته نشه قبل از این این به مجلس می آمد و تصویب می شود.

کی بوده آیا مجلس نمایندگان یا وزارت مالیه دلیل تاخیر خود از اینو هست به خاطر اینکه ای بدون هماهنگی بدون مشوره بدون در نظر داشت چالش ها و مشکلاتی که در وزارت خانه ها وجود داشتن اینا سند بودیجه را آمده ساختن و ایره یک دفعه به مجلس نمایندگان فرستادن و پیش از پیش این دسر ای ای کار بیشتر باید صورت میگیره بعد از اون میامد و طبعا که در یک کار که نواقص وجود داشته باشه انتقاد بیشتر صورت میگیره و یکی از دلایل هایی هم که رد شد از طرف مجلس نمایندگان به خاطر نبودن خواست ملت و منافع ملت در بودیجی سال بود که ای از طرف مجلس نمایندگان رد شد آیا توازن در این بودیجه مد نظر گرفته شده بود بدبختانه نی اگر وقتی که در توازن در بودیجا در نظر گرفته می شد هیچ رد نمی شد و یکی از خواسته های مردم و خواسته های نماینده های مردم هم امی بود که باید توازن در نظر گرفته می شد ادقل امی پروژه انکشافی که بیشتر از 150 پروژه تنقیز شده ادقل 50 در ازی باید در بودیجی سال گنجانیده می شد در نظر گرفته نشده بود در از او و خیلی پول و تیپی که گزاف اونا بعد نظر گرفته بودن وزی مسارف های بی جایی که واقعا قابل قبول فاسختی به مردم نبودن و ایجاد یعنی ادارات جدیدی که بر از اونا از پول پراتیپی در نظر گرفته شده بودن و فاسختی به وکلای ملت نبودن در مجلس نمایندگان نبودن وقتی که بودیجیش وکیلات تصویب میکنه و تایید میکنه باید اونا فاسختی به نماینده های مردم و مجلس نمایندگان اینا میبودن حالا هم وزارت مالیه خواسته را ازی شده که برای جلوگیری از سکتگی در امور مالی نیاز است که بودی باید به زودتر این فرصت ممکن به تصویب برسه حرف شما چی هست در این زمینه؟ بله. ما امو خواستهای خدا تمام کمیسیون هایی که در مجلس نمایندگان هستن با شمول کمیسیون بودیجه اینا مطرح کردن و قرار از فردا هم یک جلسه مشترک با هم داشته باشیم که امو خواستهای خدا اینها کتبی بر از پیشنهاد میکنن در صورت که اینها تغییرات در اسناد بودیجه میارن و قابل تایید است و در صورت که اینها تغییرات نمیارن فاسخته خود از اینا خواد بود در صورت سکتگیمه یعنی اگر تغییرات و موارد را که وکلا ملاحظه داشتند تغییر نکنه در این بودجه تصویب نخواهد شد دقیقا در صورتی که اینها قبول نکنند تسبیب نمیشه چون به منافع ملی ما اینها خدشه وارد میکنند و از جمله از ماش و معلمین گرفته قرطاسی شاگردا گرفته کتب مکاتب گرفته و از تمام بخش ها اینها یعنی پیسا از اونها را کاستن و در بخش های دیگه مختلف اینها اضافه کردن و پروژه که اینها تنقیص کردن بودیجی از او را در بخش های دیگه انتقال دادن و این قابل قبول نماینده های ملت هیچ وجه نبوده و نیست پس حالا فعلا در مجلس روی چی کار صورت میگیره فعلا روی امی تغییراتی که آمده روی از که به اساس میارهای امی پیشنهادات وزارت خانه ها باشه کار جریان داره که سبا جلسه مشترک است اونجا امی تغییراتی که وکلا آوردن اونجا تصویب میشه و به وزارت مالیه ارسال میکنه ای بازنگری که ها انجام میده؟ بخش اساسی خو کمیسیون بودجه و مالی هست اما تمام کمیسیون ها وکلا حق را دارن که باید نظریات خدا بتن و تغییرات که می اونها اونا واقف باشن سرزی تمام کمیسیون ها کار دارن و کار تمام کمیسیون ها مشترکن فردا ابلاغ میشه که و تصمیم گیری نهایی را کمیسیون بودجه میگه و آیا کسایی که در قسمت بودیجه کار میکنن متخصصین هستن یا تنها وکلا دقیقا در پلی وکیلا مشاورین متخصصین خواسته شده که تا توسط از اونا بتانیم که یک اسناد قوی و بهتر و آنفم و قابل قبول ملت افغانستان و نماینده های ملت و وزارت مالیه داشته باشیم گفتم میشه که اگر تأخیر صورت بگیره و همین حال هم که تاخیر صورت گرفته سبب سکتگی در امور مالی میشه نمایندگان مردم افغانستان تا چه حتی مورد مد نظر دارند در صورت که سکتگی به کار میایه او جواب دی وزارت مالی هست نه نماینده های مردم شما میبینید که در ده حسد رخصتی پارلمان بود به خاطر ازی که ما سکتگی در کار نبیایا و اصلاحات بیایا به خاطر بهبود وضعیت مالی در کشور ما رخصتی خود کنسل کردیم و به تعویق انداختیم تا روی ازی کار بکنیم تا بتانیم که بودجه تصویب شوه و نگرانی های مردم رفع شوه تا زمانی که ای بودجه تصویب نشه و مورد قبول شما قرار نگیره شما به رخصتی نخواهید ره. بله رخصتی ها را ما کنسل کردیم در تا وقتی که ما بودجه را پاس نکردیم به رخصتی نمیریم همه نمایندگان مردم افغانستان حالا کسانی که در مجلس هستند خواستار چون این چیز هستن؟ بله تمام مجلس نمایندگان و شما اکثریت با در مجلس عمومی شاهد ازی بودن که به می فکر به می تعهد هستند که باید تا وقتی که امی بودجه پاس نمیشه مجلس نمایندگان برخصتی بر نمیرن و ای که مردم بیشتر تاکید می که باید زودتر به تصویب برسه آیا مسئله دقت هم مد نظر گرفته خواهد شد در کنار از که به سرعت توجه بشه؟ بله اگر قسمی که بخواست خود وزیر صاحب مالیه باشه یعنی این ماده صورت نگیره و با یک چیز هجولانه تصمیم گرفته شود طبعا یک چیز ناقص بازم هم به وجود می بنابر این دقت بیشتر مادر خرج می تیم فاز متخصصین و کلای ملت و کسایی که در بخش بودیجه اینها تجربه کافی دارن اونا کار کرده رایسن تا ناقص در بودیجه نباشه ممنون از شما حلیمه صدرکریم عضو مجلس نماینده تشکر از شما تا لحظات دیگر خبرهای ساعت 3